و درود میگم به شما و سپاسگزارم که امروز در برنامه ما هستید. موضوع بحث ما امروز کتاب شما رفیق آیت الله است، کتابی که در 21 فوریه این کتاب در نشر کتاب در لس آنجلس چاپ شد و 21 فوریه از این کتاب به اصطلاح رونمایی شد. در بسیار سریع میخوام بریم وارد اصل مسئله بشیم. آقای فخرآور، دلیل و انگیزه شما از نوشتن این کتاب چی بود تا بعد وارد فصل‌های گوناگون و بحث‌های گوناگون بشیم؟ خواهش می‌کنم. اولا اجازه بده آقای خسرو فروهر عزیز من یه درودی بفرستم به همه ایرانیان عزیز در سراسر کره خاک و عذرخواهی بکنم ازشون برای خب این مشکلاتی که همیشه پیش میاد، اینجور مشکلات فنی. امیدوار بودم که بتونیم از طریق ویدیو با هم صحبت بکنیم و خب یه سری اسناد و مدارک رو هم بتونیم نشون بدیم و دربارش حرف بزنیم، اما حالا از امکاناتی که هست استفاده بکنیم. درباره کتاب رفیق آیت الله، خب توی صحبت‌های مختلف این رو مطرح کردم. حدود 4 سال پیش، نمیشه گفت حدود 4 سال پیش، میشه گفت درست 4 سال پیش، چون 21 فوریه سال 2012 بود که توی جریان یه تحقیقی که برای یک مقاله به اتفاق یکی از دوستان داشتیم انجام میدادیم، برای اینکه واقعا ببینیم توی ترور دانشمندای هسته‌ای که هسته‌ای جمهوری اسلامی چه کسانی دست دارن، به طور اتفاقی با یک ویدیویی برخورد کردیم از تلویزیون دولتی روسیه که توی این ویدیو راشا تودی رو حتما میشناسین شما و بینندگان عزیز، که تلویزیون دولتی رسمی انگلیسی زبون روسیه هم هست. 3 دقیقه‌ای گزارشی از 50 سالگرد تأسیس دانشگاه پاتریس لومومبا دیده میشد که یک دختر خبرنگاری میره به دانشگاه پاتریس لومومبا توی مسکو و شروع میکنه صحبت کردن و در حین صحبت عنوان میکنه که خامنه ای، سید علی خامنه ای ولی فقیه جمهوری اسلامی و محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، اینها از فارغ التحصیلای دانشگاه پاتریس لومومبا هستن. من وقتی این رو توی این ویدیو شنیدم که به زبان انگلیسی هم هست این ویدیو، شوکه شدم و من تا حالا همچین چیزی نشنیده بودم که خامنه ای مثلا توی مسکو رفته توی دانشگاهی درس خونده. و این بود که زمینه تحقیق برای این کتاب شروع شد و هرچی بیشتر خب جلوتر اومدیم این موضوعی که قرار بود توی کتاب روش کار بشه گسترده تر شد. در درجه اول قرار بود فقط به خامنه ای پرداخته بشه که شرح و مدارک مربوط به تحصیلش توی اون دانشگاه چیه، که وقتی جلوتر اومدم و خب به اسنادی برخورد کردم از نقش آمریکا، نقش شوروی و کلن ماجراهایی که در جنگ سرد اتفاق افتاد توی انقلاب ایران، حیفم اومد که مجموعه اینها رو مدون توی یک کتاب بیرون نیارم. و این بود که مجموعه از دوستانمون رو به دانشگاه پاتریس لومومبا توی مسکو فرستادیم و اینا تونستن برای ما اسناد بسیار با ارزشی رو پیدا بکنن از ایرانیانی که توی اون دانشگاه فارغ التحصیل شده بودن. و به این شکل عملا کار روی کتاب شروع شد. 4 سال طول کشید تا اسناد و مدارک در کنار هم دیگه قرار بگیرن، چون بحث بسیار جنجالیه. من نمیخواستم به هیچ وجه هیچ کدوم از حرفایی که توی این کتاب زده میشه بدون سند باقی بمونه و نمیخواستم اسنادی که مشکلدار باشه به نوعی اثباتش بخوام استفاده بکنم. همونطور که توی مقدمه کتاب هم گفتم، تمام اسنادی که توی این کتاب استفاده شده اسنادیه که از اسناد منتشر شده محرمانه سازمان‌های امنیتی آمریکا، شوروی، بعضن اسرائیل، موساد و همینطور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و اسناد ساواک هست که فکر می‌کنم یکی از محکم‌ترین مستندات رو تونسته درباره بخش، نمی‌خوام بگم کمتر صحبت شده، بخشی که دربارش تا به حال در تاریخ ایران صحبت نشده، که این بخش رو بخواد بیاد روش یک نوری بندازه و به این شکل کتاب رفیق آیت الله در 704 صفحه بیرون اومد. بالاخره همونطور که گفتین 21 فوریه. آقای فخرآور، این کتاب در 10 فصل، همونطور که من در پیش گفتار شما اون موقع ارتباطمون برقرار نبود به همیانانمون توضیح دادم، در 10 فصل تلاش میکنه نگاهی داشته باشه به 100 سال اخیر از 1917 تا 2016، رابطه ما با همسایه شمالی، خب به خصوص پس از اتفاقاتی که با به قدرت رسیدن بولشویک‌ها
آمدن حمله بلشویک‌ها به بندر انزلی بعدش، بعد سه شهریور سازی و اتفاقات مختلف، نگاهی کلی به این جریان داره. انتقادهایی به این کتاب شده، با اینکه مدت کوتاهی بیش از این نیست که کتاب به اصطلاح بیرون اومده، من برای همین از شما اجازه میخوام با فصل دهم کتاب شروع کنیم، برای اینکه بعضی ها انتقاداتی کردند که خود شما هم میتونید پاسخ بدید که کتاب یک جانبه بوده و فقط در رابطه با شوروی صحبت کرده، در حالی که اونطور که من میدونم فصل ده کتاب نامش از شطرنج روسی و دومینوی آمریکایی. آیا این انتقاد بر این کتاب درسته؟ من دوست داشتم که خود شما، چون بعضی ها آمدند انتقاداتی کردن بدون اینکه با شما صحبت کرده باشن یا حتی کتاب رو خونده باشن، من دوست داشتم خود شما در این رابطه توضیح بدید. خواهش میکنم. نه اتفاقا نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی و ما میگم توی پیامبر زیاد داریم، غیر از حالا 124,000 پیامبری که داریم، پیامبران دیگه ای هم داریم که خیلی هاشون ادعای تاریخ نویسی و این حرفا میکنن، از محمد لنین بریم تا پیامبران دیگه، ولی خب خیلی کم معمولا اسناد تاریخی رو میان دربارش صحبت بکنن. من توی این کتاب تلاشم این بود توی کتاب رفیق آیت الله که بی‌طرفی رو رعایت بکنم و اون گرایش سیاسی رو که خود من دارم و یک گرایش کاملا روشنی، اون گرایش رو توی کتاب نیارم. تمام کتاب رو وقتی میخونید شما هیچ جایی حس نمی‌کنید که امیر عباس فخرآور توی این کتاب وجود داره یا نظراتش وجود داره. اومدم و یک نقد بی‌طرفانه و اتفاقا منصفانه ای رو مطرح کردم. همونطور که گفتی خسروی عزیز، فصل ده کتاب با عنوان شطرنج روسی و دومینوی آمریکایی در ایران اشاره میکنه به نقشی که اولا شوروی داشت که 100 سال تمام میتونیم بگیم روس‌ها توی ایران برنامه ریزی میکردن، شیطنت میکردن. از 1917 من اینها رو دنبال کردم، اون رگه های فعالیت هاشون رو برای براندازی حکومت ایران داشتن تلاش میکردن تا بالاخره به انقلاب اسلامی، چطور برای انقلاب اسلامی برنامه ریزی کردن و بعد از انقلاب اسلامی برای تثبیت حکومت جمهوری اسلامی و به قدرت رسوندن مامورین خودشون از جمله سید علی خامنه ای که مامور رسمی کاگبه بوده عملا، چطور تلاش کردن. تمام اینها رو با اسناد مدارک گفتم. در کنار این من اشاره کردم به نقش آمریکا، چون نمیشه گفت خب آمریکا به عنوان یک ابرقدرت هیچ نقشی نداشته. مشکلی که وجود داشته این بوده که آمریکا در دوران جنگ سرد بعضی از تحولات رو خیلی ساده میدید و برای آمریکا بازی‌های سیاسی مثل یک بازی دومینو بود، همونجوری که تو کتاب اشاره کردم که مهره‌ها رو فکر می‌کرد اگر پشت هم دیگه چیده بشن تک قانونی پشتش وجود داشته باشه برای چیدن مهره‌ها، یکی از مهره‌ها که بیفته ردیف دیگه اون پشتش مهره‌ها خواهند افتاد. برای روس‌ها این یک شطرنج بود، برای جالبه برای هر دوی این ابرقدرت‌ها یک بازی بود، اما برای مردم ما مفهوم خون می‌داد، مفهوم از دست دادن کشور می‌داد و مفهوم نابودی یک ملت با تاریخ بزرگ می‌داد. اما خب چه اتفاقی افتاد که در سال 57 آمریکا نتونست ببینه انقلاب ایران رو و CIA با اون همه دبدبه و کبکبه سازمان اطلاعات امنیت آمریکا کور شده بود درباره انقلاب ایران و این انقلاب رو ندیده بود؟ اسنادش رو توی کتاب کاملا می‌بینید. برای یه نمونه بهتون اشاره بکنم و خیلی از اسنادی که می‌بینید تا به حال شما در هیچ کجای دیگه در هیچ کدوم از اسناد فارسی زبان اینها رو ندیدید. از جمله من اشاره‌ای کردم به مهمترین اتفاقی که باعث شد سازمان سیا گول بخوره و نتونه انقلاب ایران رو ببینه و بازی رو ببازه به شوروی ها، که مربوط میشه به 31 اکتبر 1977 که در خود درون CIA این روز به هالووین دی مساکر یا قتل عام روز هالووین معروفه، که رئیس جدید سازمان CIA دریادار ترنر که توسط رئیس جمهور تازه بر سر کار اومده ایالات متحده جیمی کارتر به این سمت گمارده شده بود، این رئیس جدید CIA میاد و در یک روز، حالا آمارها متفاوته اما بین 2500 تا 2800 مأمور CIA رو توی اسناد اومده که اخراج میکنه و کسانی رو اخراج میکنه که مأموران در عرصه CIA بودن، در ایران، خاورمیانه، آمریکای جنوبی، شمال آفریقا، اینها داشتن از نزدیک تحولات رو دنبال می‌کردن و اینها در واقع چشم و گوش سازمان امنیت آمریکا بودن توی مناطق مختلف دنیا که اگر سیاستمداران آمریکایی می‌خوان تصمیمی رو بگیرن در جریان باشن که توی اون مناطق چه اتفاقاتی داره رخ میده و اینها رو دست جمعی اخراج می‌کنه ترنر
و اعلام میکنه که ما باید به تکنولوژی برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتر تاکید بکنیم تا به افراد در عرصه، و این باعث میشه که یک جنگ داخلی عملا در سازمان سیا به وجود بیاد. درست 2 ماه بعد از همین حادثه بوده، اخراج گسترده ماموران CIA بوده که خود کارتر به تهران میره، مهمان شاه بود، مهمان شاه و ملکه ایران بود برای تعطیلات کریسمس، و اونجا کارتر انقدر اطلاعاتش نسبت به تحولاتی که داره رخ میده، کارتر رئیس جمهور ایالات متحده، انقدر اطلاعاتش پایین بود که اعلام میکنه ایران جزیره ثبات برای منطقه است، و آتش فشان بزرگی رو که شوروی داشته در ایران اون زمان به پا میکرده، این رو به طور کامل CIA ندیده بود که تو گزارشش بذاره. شما اسنادش رو در فصل 10 کتاب میبینید که حتی چطور خود کارتر هم فهمیده بود که CIA اشتباه بزرگی رو مرتکب شد و این انقلاب رو ندید. خود CIA، مسئولین CIA این رو اعتراف میکنن که با چه بحران بزرگی مواجه بودن، و میگم برای من فقط یک نمونه از حوادث تاریخی رو که تو کتاب اومده عنوان کردم، و اصلا این نبوده که بگیم فقط شوروی شیطنت داشته میکرده. آقای فخرآور، چون وقتمون کمی، من دقیقا برم به سال بعدی در رابطه با فصل یکم کتابتون. بنابراین شما اگه اشتباه میکنم منو تصحیح کنید، در کتابتون اتفاقا وقتی در باره شوروی و نقش اون در فاجعه 57 صحبت میکنید، این در یک کانتکست جنگ سرد نوین، هم تو که در فصل اول کتاب درباره جنگ سرد نوین و این جریانی که تروریست بین المللی رو به دنبال خودش داشت اشاره کردید، و فکر کنم از دید خود من خودم برنامه‌ام رو باش آشنا هستید، به تاریخ معاصر ایران که میپردازم، ما متوجه هستیم به خصوص در غرب، در دانشگاه‌های غرب، در دانشگاه‌های خود آمریکا، یک نگاهی که به بعضی مسائل شده نگاهی است از دید طیف چپ، و شاید این برای بینندگانمون در ایران خیلی باعث تعجب باشه، ولی من و شما که در اروپا و آمریکا زندگی میکنیم با این مسئله مواجه هستیم، و تاریخ معاصر ایران هم به گونه‌ای چه در داخل جمهوری اسلامی و در چه خارج از کشور دیدی که بهش بوده چپگرایانه بوده. شما آقای فخرآور در فصل اول کتابتون در رابطه با جنگ سرد نوین و سپس رابطه اون با ترویج تروریسم بین‌المللی مطالبی گفتید. میشه در این باره هم صحبت کنیم، چون همه اینها به هم پیوند داره، و من فکر میکنم وقتی درباره ایران صحبت میکنیم و مسائل ایران، باید ایران رو در یک کانتکست جهانی و نقش ژئوپلیتیک اون در منطقه بهش نگاه کنیم. آقای فخرآور با شما هستم، بفرمایید. خواهش میکنم. من اجازه بده آقای خسرو فروهر عزیز همینجا یک اشاره رو هم بکنیم برای ایرانیانی که علاقمندان این کتاب که میخوان کتاب رو داشته باشن، میتونن کتاب رو روی وبسایت آمازون سفارش بدن به اسم حالا خود من امیرعباس فخرآور به فارسی یا انگلیسی بزنن، یا اسم خود کتاب رو رفیق آیت الله یا کمرد آیت الله به فارسی یا انگلیسی بزنن، میتونن به کتاب دسترسی پیدا بکنن. همینطور از طریق شرکت کتاب در لس آنجلس و انتشارات فروغ در آلمان و انتشارات پگاه در کانادا میتونن به این کتاب، در تورنتو کانادا میتونن به این کتاب دسترسی داشته باشن. اما این نکته ای رو که گفتید درباره خب 10 تا فصل کتاب، من توی سعی کردم توی تمام این فصل ها بیام یک تصویر کاملی رو بدم از نقشی که شوروی در ایران داشت پیش از انقلاب و بعد از انقلاب، و در این بین خب مسائل دیگه هم اومد مطرح شد، از جمله همین که الان اشاره کردید، ماجرای تروریسم بین الملل، و برخوردی که من باش کردم که فصل اول کتاب رو اتفاقا با این ماجرا شروع کردم که عنوان فصل هم هست، بالماسکه تروریسم جنگ سرد نوین، بالماسکه تروریسم بین الملل. ما الان شاهد خوب یک سری درگیری های بسیار خونینی توی منطقه خاورمیانه هستیم، شیعه و سنی هم دیگر رو دارن میکشن، بعد میبینیم که مسلمون ها دارن حمله میکنن به یهودی ها، به مسیحی ها، و یک چیزهای عجیب و غریبی رو داریم میبینیم که توی تحقیق کتاب رفیق آیت الله و با اسنادی که به دست آوردم دیدم که کارشناسای تاریخی و سیاستمدارها دارن مسیر رو به اشتباه میرن، و اگر تصور میکنن که این درگیری های تروریستی توی منطقه برمیگرده به مثلا دوران اینکه آیا پدر عایشه ابوبکر بیاد بشه جانشین پیامبر، یا اینکه همسر فاطمه دختر
محمد بشه جانشینش که این شیعه و سنی درگیری هاش به وجود میاد. این خیلی ساده اندیشیه که ما اینجوری به قضیه نگاه بکنیم. من نکته‌ای که میشه گفت شاید یکی از نقاط عطفیه که توی کتاب بهش اشاره میکنم به عبارتیه که یوری آندروپوف رئیس سازمان امنیت شوروی که بعداً رهبر شوروی هم میشه بعد از خروشچف، یوری آندروپوف سرش رو زیر آب میکنن تا بله یوری آندروپوف رئیس کاگبه که طولانی ترین دوران ریاست بر کاگبه رو داشته، توی گفتگویی که با جنرال ایان میهای پاچپای داشته، رئیس سیکرت پلیس رومانی، بهش میگه ما تا به حال اشتباه میکردیم. این گفتگو مربوط به اواخر دهه 60 میلادیه. برمیگرده میگه شوروی تا به حال اشتباه میکرد که میرفت توی کشورهای مختلف سعی میکرد از طریق انقلابهای کمونیستی اون حکومتها رو عوض بکنه و احزاب کمونیستی رو روی کار بیاره. ما نیازی به این کار نداشتیم. ما یک ارتش 1 میلیارد نفره در اختیار داریم که بدون این که ما بخوایم دستمون دیده بشه، فقط کافیه این ارتش رو مثل یک، دقیقاً مثالی که میزنه میگه ظرف کشت باکتری در آزمایشگاه، ما بیایم باکتری ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی رو در این ظرف کشت بدیم و این ظرف خودش میدونه چی کار باید بکنه، در درون خودش، هویت خودش، این گرایش ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی رو داره و بدون اینکه دست شوروی دیده بشه کار خودش رو خواهد کرد. فقط کافیه ما از پشت حمایتش بکنیم، ارگانایزش بکنیم. و چیزی که بهش اشاره میکنه ارتش 1 میلیارد نفره دنیای اسلامه، دقیقاً عنوان میکنه که چطوری میشه شوروی از دنیای اسلام استفاده بکنه. و این همون موقعیه که شوروی ها میان، مامورین سازمان امنیت شوروی مجموعه از طلبه های علوم اسلامی رو میبرن در مسکو، اینا رو تعلیم میدن، بخش دیگه شون رو میفرستن توی کشورهای مختلف خاورمیانه و اونجا توی کمپ های شوروی آموزش نظامی بهشون میدن، یک بخشی رو آموزش عقیدتی سیاسی در مسکو میدن، یک بخش دیگر رو آموزش نظامی در کمپ های مختلف خاورمیانه میدن، توی سوریه، لبنان، یمن، مصر، لیبی و پاکستان. به این شکل یک مجموعه از نیروهای اسلامگرای چپ به وجود میان که اینها رو استفاده میکنن برای روز موعود. که آقای فخرآور، دقیقا اینجا میخواستم پرسش دوم رو مطرح کنم، پرسش بعدیم رو در رابطه با فصل دوم و سوم کتاب که خود شما الان میخواید وارد این بحث بشید. بینندگانمون هم بدونن شما در فصل دوم و سوم کتاب، در فصل دوم در رابطه با معروف ترین فارغ التحصیل دانشگاه پاتریس لومبا، آقای خامنه‌ای که اکنون رهبر انقلابه و رهبر جمهوری اسلامیه، و در فصل سوم به خود دانشگاه پاتریس لومبا پرداختید. فکر می‌کنم دوستان وقتی به کتاب مراجعه می‌کنن می‌بینن که صحبتی که آقای فخرآور کرده در کتاب رو با اسناد همراه کرده. و بنابراین آقای فخرآور، در ادامه صحبت خواستم کوتاه به بینندگان توضیح بدم که اکنون که ایشون وارد این بحث میشن، بحث فصل دوم و سوم کتاب در این رابطه است. خواهش میکنم آقای فخرآور ادامه بدید. دقیقاً درست گفتی خسرو عزیز. و خب از اینجا اینکه خب اینا طلبه های علوم اسلامی رو میخواستن ببرن، خب همون اسناد اینجا دیگه فصل دوی کتاب هستیم که اسنادی رو اینجا توی این فصل خواهید دید که در هیچ کجای دیگه تا به حال این اسناد منتشر نشده، اسناد اختصاصیه که خود ما تونستیم به دست بیاریم، تیم دوستان من که کمک میکردن برای نوشته شدن این کتاب. و برای اولین بار این اسناد رو توی این کتاب خواهید دید. لیستی از مجموعه فارغ التحصیلان ایرانی دانشگاه پاتریس لومونبا رو خواهید دید. و شاید برای خیلی ها که در حال حاضر توی ایران هستن، دارن تحولات همین امروز، روزهای گذشته ایران رو، این ماجرای انتصاباتی رو که اونجا داره برگزار میشه، این رو دنبال میکنن. خیلی از اینهایی که توی لیست اصلاح طلب ها اسمشون دیده میشه، مثل ری شهری، مثل پدرخوانده اصلاح طلب ها خود موسوی خوئینی ها، مثل علی فلاحیان، دوری نجف آبادی، موحدی کرمانی، همه اینها میبینید اینها اسامیشون جزو کسانیه که یا در دانشگاه پاتریس لومونبا. موسوی خوئینی ها با هم صحبت میکردیم، پدرش در جریان فرقه آذربایجان و تجزیه هم اعدام شد دیگه. شما هم به این مسئله اشاره کردین، افرادی هستن که تاریخ معاصر اینها رو گفته که
به چه جنایی تعلق داشتن، درسته دیگه؟ نه دقیقاً درسته، پدر ایشون جزو همون قائله پیشه‌وری بوده و اونجا کشته شده و بعد از اون یک کینه ای رو از حکومت شاهنشاهی ایران داشته که بعد که میره به حوزه علمیه و از حوزه علمیه میره به دانشگاه پاتریس لومومبا. حالا تا اینجا رو گفتیم، بذارید لیست رو بذاریم بینندگان عزیز برن ببینن توی کتاب و تا ببینید تا کجا میاد که تا معاونین احمدی نژاد، وزرای دولت احمدی نژاد، اینا فارغ التحصیلان دهه 90 خورشیدی دانشگاه پاتریس لومومبا هستن و تمام اینها رو اسناد و مدارکش رو توی کتاب میتونید ببینید. بعد از اون فصل 3 همونطور که خسرو عزیز اشاره کردی میپردازه به خود دانشگاه پاتریس لومومبا که آیا اصلا این دانشگاه اصلا چی هست. و خب حالا یه عده رفتن، بعضیا میگن آخه خب اگر ما بگیم خامنه ای رفته دانشگاه بهش اعتبار داریم میدیم. خب اگر فصل 3 کتاب رو بخونید متوجه میشید که چیزی که به اسم پاتریس لومومبا ما میشناسیم یا همون دانشگاه دوستی ملل روسیه، این دانشگاه نیست، مرکز پرورش تروریست در مسکو که برای که کادر سازمانی برای سازمان امنیت شوروی تربیت میکنه. این مرکز فخرآورد نگاه به ساعت من اجازه میدید چون فصل 4 دقیقاً شما وارد این بحث میشیم، اگه اجازه بدید بینندگان بدونن الان یواش یواش داریم وارد فصل 4 میشیم، چون فصل 4 شما در رابطه با تلاش شوروی در روشن کردن آتش انقلاب ایران و مثال‌های مانند سینما رکس آبادان یا جریان میدان ژاله است که دوستانی که برنامه خود من رو دنبال می‌کنن می‌دونن که مدتی پیش سرهنگ طهماسب رو در برنامه خودم داشتم، جناب سرهنگ که مسئول بازرسی به جریان میدان ژاله بودن خودشون در اون برنامه گزارش دادن که اصلا سربازایی که میدان ژاله بودن فشنگ مشقی داشتن. یعنی آقای فخرآور الان وارد این بحث بشیم آقای فخرآور، واقعا می‌خوام این کتاب رو 10 فصل و خلاصه‌ش رو تو این یروبی که وقت داریم یه جایی برسیم. یعنی آقای فخرآور دارن به ما میگن این دانشگاه پاتریس لومومبا، کسی اونجا جایزه نوبل نمیدونم فیزیک یا شیمی نمیگرفت، در اصل مرکز پرورش تروریسم، میشه گفت حتی باکتری‌های سیاسی، بذارید من از این واژه استفاده کنم، و در مثال واقعیش ما این رو در فاجعه 57 میبینیم، در سینما رکس آبادان، میدان ژاله. آقای فخرآور با اجازه وارد فصل 4 شدیم الان، خود شما بفرمایید. من اجازه بفرمایید. خواهش میکنم. نکته اینه که اتفاقا به دروس همین مرکز پرورش تروریست پاتریس لومومبا وقتی نگاه میکنی میبینی آموزش استفاده کار با اسلحه، آموزش ساختن بمب، آموزش جرقه انقلاب را زدن، آموزش نمیدونم شورش های خیابانی ایجاد کردن، و همینطور از نکات جالب آموزش شبیه سازی تحولات در کشوری که به عنوان کشور هدف انتخاب میکنه سازمان امنیت شوروی، شبیه سازی تحولاتش با انقلاب شوروی، که خب همین رو توی فصل 4 کتاب من اومدم و در این مورد توضیح دادم. حالا توی فصل 3 البته یک تاریخچه‌ای هم از دوران رهبران مختلف شوروی میاد مطرح میشه که هر کدوم چطوری به ایران دست انداخته بودن. بعد وارد فصل 4 که میشه در واقع جرقه انقلاب ایران چطوری زده شد، به دو حادثه عمده اشاره میشه که این دو حادثه هر دوش رو من هم به اسناد سازمان امنیت شوروی، اسناد محرمانه سازمان امنیت شوروی که توسط افسران این سازمان که بعداً بیرون اومدن منتشر شد، به اونها اشاره کردم و استناد کردم، هم اسناد دیگه‌ای که توسط ساواک وجود داشته بعداً وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بیرون داده. و روی اینها میبینید که توی حادثه سینما رکس آبادان، توی فاجعه سینما رکس آبادان، نقش خامنه‌ای و تیمش تا چه حد پررنگ بوده و چطور اینها توسط سازمان امنیت شوروی هدایت شده بودن، نه فقط سینمای آبادان رو، 29 سینمای دیگر رو همزمان در همون موقع اینها به آتیش کشیدن با برنامه ریزی که اسنادش رو میبینید از 1967 سازمان امنیت شوروی تا 1973 داشته این مناطق رو پیدا میکرده، نشون میکرده که چطور مامورای تربیت شده خودش رو بفرسته و برن این تخریب‌های بزرگ رو انجام بدن که انقلاب بوش به این شهرها برسه. بعد همین ماجرایی که الان اشاره کردی خسروی عزیز، ماجرای 17 شهریور که چطور اصلا گلوله هایی که شلیک میشه گلوله های کلاشینکوفه و چطور این شبیه سازی شده با یک بخشی از تاریخ خود شوروی
تاریخ روسیه در واقع، که 12 سال قبل از انقلاب بلشویکی درست عین همین حادثه 17 شهریور که فاکتورهای فوق‌العاده شبیه به همدیگه‌ای دارن. یعنی این هم یک بخشی از دروس همین درس خونده های مرکز پاتریس لومونبا، مرکز پرورش تروریست پاتریس لومونبا بوده که چطور این شبیه سازی رو کردن که توی ایران هم نیروهای امنیتی ایران و حکومت شاه رو اعتماد به نفسشون رو از بین ببرن و اونها رو از درون بشکنن و با این شایعات گسترده که ای وای 4000 نفر مردم بیگناه کشته شدن توسط ارتش شاه و اینها، به این طریق شعله انقلاب رو در واقع به تمام کشور بکشونن. این در رابطه با این صحبت، این آقای فرج، این آقایی که کارگردان تروریستی که جدیداً جان خودش رو به اهریمن داد، فرج الله سلحشوری، بله، ایشون خودش که درگذشت قاضی آقا احمدی‌زاده خودش گفته بود که سینما آتش می‌زدم، یعنی در خاطراتش. و ما می‌بینیم که حتی این از یاران احمدی نژاد هم بود، یعنی در کنار یاران احمدی نژاد هم آدمایی می‌بینیم که خودشون رسما میگفتن ما سینما آتش زدیم. خبر درگذشتش رو ما چندی پیش در اخبار داشتیم. خب آقای فخرآور، ما اینجا بس میبینیم که اینهایی که ما میگیم، شما میگید، نسل ما نسل سوخته است دیگه. من و شما نسل سوخته‌ای هستیم که امروز داریم به خودمون اجازه میدیم درباره تاریخ 57 و فاجعه 57 صحبت کنیم. من فکر کنم نسل ما اجازه رو باید داشته باشه که درباره 22 بهمن و هول و هوش صحبت کنه، چون من و شما که تأثیری در اون زمان نداشتیم و نگاهمون نگاه یک مجرم نیست به اون دوران، ما در اون جریان شرکت نداشتیم. بنابراین این مثالی که شما در کتابتون آوردید و بحثی که کردید به ما نشون میده این بحثا تئوریک نیست، بلکه در پراتیک سیاسی اینا واقعا اینا رو می آوردن وارد جریان و وارد جریانات سیاسی میکردن و ازش نتیجه میگرفتن. آتش زدن سینما رکس آبادان خب پیش زمینه ای بود برای اعتصابات شرکت نفت. میدان ژاله، اون اتفاقی که اونجا افتاد، یکی از بهانه های بسیاری از گروه ها بود که خودشون رو زیر عبای خمینی پنهان کنن. و به نظر من این نکته بسیار مهمه و من واقعا به همه دوستان، به همه کسانی که هم نسل ما جوانتر بیان و خودشون در رابطه با تاریخ 37 سال گذشته پژوهش کنن، از این کتاب ها استفاده کنن، فکر کنم برای آیندهمون بسیار مفید باشه. با اجازه شما نگام به ساعت 7-8 دقیقه وقت داریم. در فصل پنجم شما اشاره میکنید به از دید من یکی از سازمانهای تروریستی و اون سپاه پاسدارانه و نقش شوروی و سازمانهای اطلاعاتی شوروی در تأسیس سپاه پاسداران. خواهش میکنم یک مختصری هم در این راستا صحبت کنیم تا به فصل‌های دیگه هم برسیم. خواهش می‌کنم. من فصل 5 و 6 رو اجازه بدین با هم دیگه بگم. یکی فصل 5 که در فصل 6 هم در تسخیر سفارت آمریکا بفرمایید. بله بله. فصل 5 در واقع تأسیس سپاه پاسداران رو میاد با جزئیات دقیق، اولین نفراتی که نشستن، با چه هدفی سپاه پاسداران تأسیس شد و چطور در واقع ارتش سرخ شوروی میخواست شعبه ای از خودش رو در ایران تأسیس بکنه، برای اینکه اینا نگران بودن که ممکنه از ارتشی که یک ارتشی با بدنه آمریکایی، با تعلیمات آمریکایی، با تجهیزات آمریکایی که ارتش شاهنشاهی ایران بود، نگران بودن این ارتش یه وقت دست به کودتایی بزنه و کنترل رو از دست انقلابیونی که پشتشون به شوروی بود، یعنی پشتگرم به شوروی بودن، کنترل رو از دست اینها در بیاره. برای همین ارتش سرخ شوروی و سازمان امنیت شوروی وارد عمل میشن و این مجموعه جدید رو که دقیقاً من اسناد و مدارک رو گذاشتم از خود اسناد سازمان امنیت شوروی که چطور از اراذل و اوباش تحصیل نکرده در حاشیه شهرها استفاده کردن، اینها رو مسلح کردن، چطوری برای اینها اسلحه میفرستادن طوری که حتی دولت موقت متوجه نشه، دولت بازرگان متوجه نشه، دولت بنی صدر بعد از اون متوجه نشه. اسلحه ها از چه طریقی، من اینو از روی مصاحبه های خود اون افراد اولیه، هسته اولیه سپاه پاسداران، مصاحبه هایی رو که ظرف چند سال اخیر داشتن توی جمهوری اسلامی منتشر شده، اونها رو گذاشتم که چطور اینها به دور از چشم دولت مثلا انقلابی قانونی وقتشون یواشکی اسلحه ها رو سوار هواپیماهایی میکردن و این هواپیماها رو از لیبی صندلی هاش رو در می آوردن، پر از اسلحه و مهمات میکردن، میبردن مسکو
و از مسیر مسکو این هواپیماها رو می آوردن میشوندن توی ایران، که هواپیمایی که دیگه از مسیر مسکو می اومد دیگه کاملا یک امنیت خاطری روش بود که کسی جرئت نمی کرد بخواد ببینه توش چیه، و به این شکل اسلحه ها رو به دست سازمان تازه تأسیس سپاه پاسداران رسوندن تا این شعبه ارتش سرخ توی ایران شکل بگیره. و توضیحات کامل رو با اسناد و مدارک باور نکردنی توی این بخش خواهید دید، و چطور بعد همین سپاه پاسداران، بخشی از بدنه همین سپاه پاسداران، پرسنل سپاه پاسداران اومدن و رفتن توی آبان ماه سال 58 رفتن به اسم دانشجو، در صورتی که اینها خیلی هاشون حتی تحصیلات سوم راهنمایی رو هم نداشتن، و به اسم دانشجو اومدن رفتن و سفارت ایالات متحده آمریکا رو با دستور صادر شده از طرف سازمان امنیت شوروی به رهبری یکی از همین مأمورین سازمان امنیت شوروی سید محمد موسوی خوئینی‌ها، به رهبری اون رفتن این مأمورین سپاه پاسداران سفارت آمریکا رو گرفتن، چون بیشتر از هر چیزی سازمان امنیت شوروی دو هدف بزرگ داشت از حمله به سفارت آمریکا. یکی دسترسی به اسناد درون سفارت آمریکا بود که تمام اون اسناد رو تونست کمپلت در اختیار بگیره، و دوم اینکه دست آمریکا رو از ایران کوتاه بکنه، چون میدونستن دولت کارتر دولت ضعیفیه و اشتباه سیاسی زیاد مرتکب خواهد شد. بلافاصله بعد از حمله رابطه دیپلماتیک کارتر قطع شد، یعنی کارتر رابطه دیپلماتیک آمریکا با ایران رو قطع کرد، که این مثل یک هدیه بزرگ بود برای شوروی ها که حالا دیگه بدون مزاحمت آمریکا بشینن و هر بلایی میخوان سر ایران ما بیارن و بتونن به این شکل این جمهوری اسلامی تازه شکل گرفته رو بخوان تثبیتش بکنن، که خب تمام اسناد و مدارک مربوط به این قضیه رو هم در فصل 6 کتاب مفصل خواهید دید. حالا خسرو جان قبل از اینکه بریم سراغ فصل 7 اجازه بدید آقای فخرآوری لحظه هم یه جا آقای کارگردان، من امکان داره ما 3-4 دقیقه دیگه برنامه رو ادامه بدیم؟ 3-4 دقیقه، چون یه رو اول که از دست دادیم خیلی الان کم بوده وقت داریم، اگر هم نمیشه 3 دقیقه باشیم، امکانش هست 3-4 دقیقه؟ آقای کارگردان هستید؟ امکانش هست 3-4 دقیقه اضافه وقت داشته باشیم یا نه؟ اوکی آقای فخرآور، متاسفانه به من گفتم فقط 3 دقیقه بیشتر نمیتونیم صحبت کنیم، وقت نیست. من از شما عذرخواهی میکنم. خب مشکلات فنی باعث شد که 10 دقیقه تا رو کمتر وقت داشته باشیم. آقای فخرآور، به فصل 7 و 8 رو با هم 1 دقیقه در این رابطه، ما شما فکر کنم در رابطه با قیام نقاب یا کودتای نوژه معروف شده شاهرخی و ارتباطی که سازمان‌های چپ و خود اتحاد جماهیر شوروی برای لو دادنش داشت، ولی مهمتر از اون رابطه با ترورهای تابستان 60 که شما فکر کنم اشاره الان کردید که جنایی که با آمریکا در ارتباط بود در انقلاب 57 اینجا خونسا میشه توسط شوروی و ایادیش. آیا میشه این رو خلاصه بیان کرد؟ خواهش میکنم. دقیقاً درست گفتی خسرو عزیز، و فصل 7 8 و 9 کتاب به هم دیگه مرتبط هستند. فصل 7 به همین قضیه اشاره میکنه، اون تیمی که در جریان خونساسازی در واقع کودتای نوژه شکل گرفت، این تیم رو سید علی خامنه ای شکل میده، و دو مهره کلیدی که دست راست و چپ خامنه ای در این تیم بودن، که به این تیم اصلا اسمش هست ستاد خونساسازی کودتای نوژه، دو مهره دست راست و چپش یکی مسعود کشمیریه که دست راست خامنه ایه، یکی محسن رضایی که دست چپ خامنه ایه، و اینها چطور میان حالا در فصل من تمام این تیم رو با جزئیات یکی یکی این افراد رو معرفی کردم، زندگی نامه هاشون رو گذاشتم، کدوماشون در همین مرکز پرورش تروریست پاتریس لومونبا تحصیل کردن، و بعد بر فصل 8 کتاب این تیم چطور میان و اون انفجارهای تابستون سال 1360 خورشیدی رو شکل میدن که دفتر نخست وزیر، دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی رو منفجر میکنن، بهشتی و تعداد دیگه‌ای از رقبای در واقع خامنه ای رو منهدم میکنن اونجا، بعد میرن سراغ نخست وزیری و رجایی و باهنر رو که نخست وزیر و رئیس جمهور بودن، اونها رو میکشن، و بعد چطور قدوسی رو و خیلی های دیگر رو از سر راه برمیدارن که فقط مسیر رو هموار بکنن که سید علی خامنه‌ای که خودش داره این تیم ترور رو هدایت میکنه، سید علی خامنه‌ای بتونه در غیاب رقبا به قدرت برسه، و بعد از این هم که به قدرت میرسه چطور این پرونده رو میسپارن که موسوی خوئینی‌ها، ببینید
همکلاسی خامنه ای توی دانشگاه پاتریس لومبا اون وقت مسئول پیگیری پرونده این انفجارها میشه و این پرونده رو برای همیشه در تاریخ جمهوری اسلامی مسکوت اعلام میکنه. این پرونده الان 30 و چند سال پرونده ترورهای تابستون 60 مسکوت اعلام شده، اما من این پرونده رو توی کتاب با تمام جزئیاتش باز کردم که ببینن هم نسلی های ما به خصوص ببینن که این جنایتی که توسط خامنه ای و تیمش به پشتوانه شوروی انجام شد به چه شکل بود. در فصل 9 کتاب، پایان فصل 9 کتاب، خواهند دید که چطور حتی خمینی توسط خامنه ای و تیمش مسموم میشه با یک داروی رادیواکتیو، که این رو هم با اسناد و مدارک کامل خواهید دید که خامنه ای در روزهای پایانی ریاست جمهوریش، نه ماه‌های پایانی، هفته‌های پایانی، در روزهای پایانی دوره دوم ریاست جمهوری خامنه‌ای مسموم می‌کنه خمینی رو، که خمینی رو از سر راه برداره و به جای اون در مقام ولایت فقیه بشینه. اسناد و مدارک کامل. چون وقتمون تمام شده از شما سپاسگزاری می‌کنم. کارگردانم به من متأسفانه گفتم وقتمون تمام شده. میتونم من 30 ثانیه آقای کارگردان خلاصه کنم برنامه بدیم؟ اول از آقای فخرآور بسیار سپاسگزارم که امروز در برنامه بودن. کتاب رفیق آیت الله کتاب جالبی است از ایشون و خواندنش رو به همه توصیه میکنم. کتابی است که در رابطه با جنگ سرد، در رابطه با رقابت آمریکا و شوروی در انقلاب 57، چگونه افراد مختلفی از جناح شوروی در انقلاب میان و مسائلی که اتفاق میفته. آقای فخرآور از شما بسیار سپاسگزارم. شرمنده که به خاطر مشکلات فنی ما دقیقاً اون 10 دقیقه وقت رو کم آوردیم. از شما بسیار سپاسگزارم، از کارگردان گرامیمون، از شما بینندگان. آقای فخرآور برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم و با سپاس از مهر شما با اجازه باید برنامه رو پایان بدیم. بدرود میگم به همه بینندگان. پاینده ایران.